بدترین شب زندگیم که دلم میخواست تنها باشم، کل فامیل رو با گل و شیرینی جمع کردید اینجا، من هیچی نگفتم. ببین فقط میخوام جلوی اینا بگم سارا قبول شده. بس دیگه، من هیچ رشته‌ای هیچ جایی قبول نشدم. اون سکه رو لطفا. خیلی لطف کردیم، خیلی لطف کردیم. آخه من اونو برای قبول شدن سارا خانم آورده بابا. بابا بیا بالا، بابا رضا قش کرده زنگ زدم اورژانس. سکته نیست، همون فشارش بالاست. ای خدا رو شکر. چیزی نیست، فشارشه. سکته کردن. چیزی نیست، ضرب دیدگیه. بلندش. چی شد زیبا؟ شکسته. شکسته؟ شما مجردین؟ بله من مجردم. چطور؟ از زیبا خواستگاری کردم. بهش بگو ول نکنه. ببین چه جوریه. چرا ندیدیش؟ حالا چی کاره است؟ فرقی نداره، هر چی باشه خوبه. ببین حالا کجاست؟ کی میاد؟ خب پس برو پیداش کن دیگه. چی؟ چی میگی زوره؟ واسه چی دنبالش بگردم؟ خب دیده پسندیده خوشم میاد دیگه. نه بابا دم در استیسیون نشستم دارم کتاب میخونم. آره یه دقیقه واسه من کتابمو برق بزنم. ببخشید آقا اینجا چه بخشیه؟ بخش اطفال بخوام. بخش اطفال. الو بخش اطفال چی میگم نشستم در یه دقیقه خانم ببخشید. بله شما همونی که با من حرف زدی؟ نه ببخشید اشتباه. الو زهره. نه بابا چی بخش اطفال؟ من نشستم دم در سیسیو دارم کتاب میخونم، چند بار باید بگم؟ ببین میگم که نه خبر مرگم اسمش هم نپرسیدم، چه میدونم. ای بایست. الو زوره الو. اینم که قد شد. ای سارا جان بیا بابا اسم تو روشه. نه من میل ندارم. میخوای اون تیکه ای که روش نوشته تخصص رو بهت بدم؟ دایی جون اگه اشکال نداره من برم بخوابم. با شما کاری ندارم. امروز روش نوشته موفقیت رو بدیم به سعید بخوره موفق باشه. یعنی چی؟ یعنی واقعا منظور تو اینه که من آدم موفقی نیستم؟ راست میگه، تو خیلی موفقی. شیرین خانم بفرمایید موفقیت برای شما. یعنی من آدم موفق نیستم؟ شیرین جون موفقیت که چیز بدی نیست، اصلا بده من بخورم. نه تو همون مادرت رو بخور. میخواین از طرفو به شما بدم؟ نمیخواد، همون موفقیت رو بدین من بخورم. اینو بدهش. خب از مادرت. خب بفرمایید داداش ما در خدمتی. بذار این هوشنگ خان تقسیماتشو بکنه. صبر کن، پدرت هم مال خودم. اینم مال خودم، پدرت. تمومه. بفرمایید. مال تو مادرت کوچیک نیست؟ میخوای یه است از این وسط بهت بدم؟ نه خیر نمیخواد. بفرمایید داداش. همونطور که در جریان هستین 8 ماه پیش مادر از بین ما رفت. به قول معروف مادر مرد از بس که جان ندارد. مال من نیست، تو فیلمه. ببخشید داداش. بفرمایین. مادر رفت و ما رو تنها گذاشت. و از همه مهمتر پدر رو تنها گذاشت. تو چرا حرفای منو ادامه میدی؟ ادم؟ نه باش نمیگم. بفرم. مادر رفت و بچه خوبه. من اصلا حرف نمیزم. ببین چی کار کردی بهش برخورد. من خاطر بچه خودشون میگم. حتا جان خودتو ناراحت نکن، میفتی مثل بابات سکته میکنی. دور از جون. داداش میفرمودین مادر رفت و چی؟ مادر بابا یه تیکه از اون کیکه به من میدی، من دستم نمیرسه. بی ادب، دایی داره صحبت میکنه ها. شما ببخشید. آقا اصلا نخواستیم. میگم که بابا تو اون خونه نمیتونه تنها زندگی بکنه. همین. تنها نیست که، زیبا هم هست.
عطا راست میگه، دو روز دیگه هم که زیبا با این وضعیت میره سر خونه زندگیش. نه شما نگران نباشین، بابا هیچ وقت تنها نمیمونه. یعنی چی؟ هیچی میگم، یعنی حالا یکی تو بیمارستان یه چیزی گفته، زیبا جون اگه شوهر کردنیم توی اتارلا شوهر کرده بود. منظورتون اینه که کسی زیبا رو نمیگیره؟ اگه منظورشون این باشه که نظر درستیه. نه یعنی منظورم اینه که زیبا جون خودش نمیخواد ازدواج کنه. این نظر غلطیه. یعنی اگه ازدواج نکنه تصمیم غلطی گرفته. برگردیم به موضوع. شیرین جون یعنی شما مخالفی که بابا نباید تنها بمونه؟ نه اتفاقا من همیشه میگم برای بابا رضا باید یه پرستار بگیریم. آره درست، اگر نممکنه پدر هم برود و ما تنها تر شد. خدایی نکرد. داداش اگه اجازه بدیم بابا که مرخص شد بریم وسایلشو جمع کنیم بیاریم همینجا. نه چرا اینجا؟ نه بابا من پسر بزرگشم، تا آخر عمرش خدمت میکنم بهم. از خونه ما هم راحت تره دیگه. و لطفاً دیگه کسی حرفی نزنه. تموم. با خانمت مشورت کردی؟ نه. عطا یه دقیقه بیا. آن نظر من غلط شد، کاش مشورت میکنم. زهره بابا بمونه اینجا. حل شد. حله. چی حل شد؟ یعنی بابا رضا اینجا بمونه؟ بله. چه تعامل خوبی با خانومت داری. آره اینجور رابطه ها کمه. میدونم، معلومه تو خونم حرف توه. بله خیلی هم به خانواده تو. بس کن دیگه. ببخشی من متوجه نشدم، یعنی بابا رضا قراره اینجا بمونه؟ بله. چرا؟ خب برای تو که خوب از تجربیاتش استفاده میکنی. خب چرا این از تجربیاتش استفاده نکنه؟ ببخشیم پدر بزرگ توه ها. خب پدر بزرگ ارشیا نیست؟ سعید ما که از خدامونه بابا بیاد اینجا، چی میگی تو؟ بله منم از خدامه، ولی میگم کجا بخوابه. ببخشیم تو اینجا نشستی فکر بکنی یا تو کار بزرگتر رو دخالت کنی. سعید یه زنگی بزن به زیبا ببین حال بابا چجوری. این خواستگارم بپرسا. الو سلام زیبا جون، بابا حالش چطوره؟ خوب خدا رو شکر. راستی از آقا داماد چه خبر؟ هیچی دیگه، من چه میدونم کجا رفته. نه بابا نیومد. زهره من الان به فکر این چیزا نیستم که، اصلا مسئله من این نیست. من قد گرفتاری دارم به اندازه کافی، بلم کنیم دیگه. نه بابا من به فکر بابام، تو به فکر خواستگاری. مثلا دنبال قضایی شما چرا اینجایی؟ زهر جون بزنیم در با شمایی؟ بله منم. خوبی؟ بخش مراقبت های ویژه که کسی نبرد بیشتر. یه لحظه فکر کردم بخش مراقبت های ویژه نیست، به پامو قلم نکنی بخور به در دیگاه. ایبا مواظب باش خانم پرست، دست در نکنی. درم ببشت بابا بخوابه برای خودش راحت. فقط شما یه لطفی بکنید دیگه داخل اتاق من. چشم نمیرم. چند دفعه من اومدم دنبالتون نبودین. دنبال من؟ بله. خیلی ممنون، زحمت کشیدین. چی شد؟ چی شد؟ بابام چی شده؟ آها باباتون نرمال، نگران نباشید. آها نرمال. خب پس فعلا کجا؟ خب چیز دیگه ای میخواستیم بگین به من؟ چی؟ یه چیزی همون قضیه. آها راست میگی، حواس من نباشه. آلبونم و مشکل نیست، خواهش میکنم. همکارم میخواست اگه بشه چند کلمه با خودتون صحبت بکنه. با خود درباره چی؟ خب میبینی که من الان اوضاعم خیلی روبرا نیست، به هر حال تمرکز ندارم چون بابا هم تو این حال روزه، به هر حال نمیتونم الان تمرکز داشته باشم. حرف دارید ببخشید. میخواین من بهشون بگم هر موقع که حالتون یه ذره رو به راه تر شد بیاد؟ نه بابا بذار بیاد یواره که شرش کنده بشه بره بیکارش. باشه پس من بهش میگم بیاد. همین الان؟ آره بهش میگم بیاد. ببخشید اسمتون چیه شما؟ من نرگس هستم. نرگس جون جانم خوبه؟ کی؟ بابام خوبه؟ عالی. بابا یا من؟ هر دو. آقای احمدی به تفصیصان.
خانوم. وای قلبم، با شما خوبی؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ اینجا مدرسه شمی الان اومدم. شما اینجا چی کار میکنی؟ خوبم؟ کی؟ من یا بابا؟ پاتون چی شده؟ پام که ببخشید، مگه شما متخصص قلب نیستین؟ بله، چطور؟ خب من آمادم که بشنوم دکتر، بفرمایید. خوبه، خطر رو رد کردم. خب خدا رو شکر، خیلی خوشحالم. و؟ و یعنی چی؟ ببین دکتر، بهتر با هم راحت باشی. من متخصص قلبم و در مورد بقیه چیزا نمیدونم، فقط میتونم در مورد قلب صحبت کنم. از نظر منم که اصلا مشکلی وجود نداره. به هر حال من چیزایی که باید میفهمیدم فهمیدم. شما سالی ندارین دیگه؟ نه، فقط با من بیاین بیرون. ایوا، نمیشه که. به هر حال من باید فکرامو بکنم. لطفا شما خانم هر کاری میخوایی بکنی بکن، فقط دیگه داخل اتاق نرید لطفا، بیرون. خدا حافظ. الو زهره سلام. ببین دکتره اومد. آره ببین، گفت من متخصص قلبم، فقط میتونم درباره قلب باهاتون حرف بزنم. بعد درباره قلب حرف زد، گفت خوبه. ای راست میگی؟ خب میخواستی تو هم بهش بگی پول اصلا برات مهم نیست، قلب مهمه. آره بابا، اصلا مهمترین چیز قلبه. آدم همیشه نون قلبشو میخوره دیگه. بهش بگو مهم نیست، تا تنور داغه بچسبون. زیبا زیبا بچسبونی. نه مراقب بابا. قد شد، خدا رو شکر خواستگارش متخصص قلبه. چقدر خوب شد، کی فکرشو میکرد برای این بیچارم خواستگار بیاد؟ واقعا باور نمیکرد. من که اصلا فکر نمیکردم. تو چی؟ شما چرا میخندی؟ من نه، اشیا خندید، منم خندم گیرم. بچه خوابه که؟ نه بیداره. اشیا جون مامان، مگه شما نخندیدی؟ بله. در صورت زیبا خودش نمیخواست ازدواج کنه. عطو جون تو دیگه این حرف رو نزن، خودمونیم میدونیم که رو دستتون مونده بود دیگه. ای ماما نخند، مگه عمو چی گفت میخنده؟ شما چرا از سر شب با گوشه کنایه حرف میزنی؟ گوشه کنایه چی؟ یه جوری فکر میکنه انگار واسه خواهرش همین جوری خواستگارا صف کشیدن. مامان بخواب، بخواب. تو خودت منو بیدار کردی. داداش شما هرس نخور، هوشنگ تو هم بس کن. خانم شما هم اینقدر نخند. وا به شوهرت یه چیزی بگو چرت و پرت نگه. به شیرین چی کار داری؟ شما چرا اینقدر خودتو عصبانی میکنی؟ همین جوری آدم رو سکته میکنن ها. یه وقتی دیتا هم سکته کردی اون موقع باید ببریم تا نمیخواد برا من دکتر بشی، همین که دختر تیچی نشد کافیه. ظرفیت داشته باشه، راجب خودم صحبت کن، چرا پا دخترم میکشی وسط؟ ای بس دیگه، سرسام گرفتم. هوشنگ گفتم تمومش کن. اتا تو هم برو یه آبی به سر و صورتت بزن آروم شی. هوشنگ بابام کو؟ هوشنگ چی عزیزم؟ عمو هوشنگ. بچه خواب بودا، بیدارش کردین، اذیتش نکنین. مامان دایی اینجا افتاده. دایی خاکی بس. وای ای وای عطا، من پرس نخورا میافتی. عطا عمو ماما. نه عمو هنوز نمورده، شما هم جلو دست و پا نباش، بگیر بلندش کن، بلندش کن. نه باید تو زورش بدید. من میگم فقط فشارش رفته بالا. چرا گوش نمی کنی؟ چیزی نیست، بیمارستان بردن نداره که. من داره میبینه میگه یه چیز نیست. نه 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 نه
کنید. درو وا کنید، مرد واقعا. بابا من واقعا خسته شدم. چی خسته شدم دیگه؟ بابا من خسته شدم. بابا شما پارو قلم گذاشتم. وقت شما واسه خستگی من ارزش قائل نیستی. خسته شدم این بابا دنبال بده. یواش تو چرا ماشینتو روشن نمی‌کنی؟ چجوری روشن بکنم اگه اینو نمی‌بینی اینجا؟ 100 دفعه بهش گفتم بابا ماشینتو جلوی پارکینگ پارک نکن. حالا وقتی مرد خوب می‌فهمه. ای بابا اینو نکشه ول نمی‌کنه. سویش دست خودشه که دست خوشم نسواده از دنیا کتا. بابا من واقعا دستم خسته شد. خب ولش کن بابا، دستم خسته شد. آروم نه من ببریمش، این سکته کردی. چی کارش بکنم بابا؟ ماشین که اینجاست، اینم که اینجا گذاشته. من چی کار کنم؟ زنگ بزنم آقای قالیباف بگم یه پل سطح دیگه این رو بزنم ازش شد. چی دست اینا تو رو چیکار کنی؟ سویچ رو برمیدم خودم ماشین رو جا بجا میکنم. مسئولیتش با خودت. بله مسئولیتش هم بکنم. برو بچه نتش با تو. چی قرص بگی سعید؟ حتی اینو گوش نکن بابا. سعید سعید بابا جه باشی. چی شده دکتر؟ دردم داشته؟ زیبا؟ نه خودشه. آره داروی خاصی مصرف میکنه؟ نه خوبه. چیزی شده؟ نگران نباشید، من که میگم هیچیش نشده. سکته سری بستریش کنید. نمیدونم، هوشنگ رفته تو بپرسه، حالا بیاد بیرون ببینیم چی میشه. بابا دکتره رو میگم. آه دکتره، اصلا اینقدر حواسم پرت عطا و بابا شد که دکتره رو یادم رفت. خیلی خوبه، تبریک میگم. فقط یکم سنش کم نیست؟ سنی او یا من؟ تو؟ یعنی میگم تبریک بندازم. نه نه اصلا اصلا سن چیز مهمی نیست. یه شغلش دکتری بد نیست. با چرا بده؟ چی میگم، یعنی تو بیمارستان با مریض و میکروب و باکتری چه میدونم؟ نه بابا زیبا چون خب دکتری دیگه متخصص قلبه، باید توی بیمارستان باشه، چاره ای نداره. کارم که آر نیست. مهندس که بهتر نبود؟ نه مهندسی هم بدی های خودشو داره، تو خاک و خل و بیل مکانیکی و اصلویه و استاد دانشگاه چی؟ نه بابا زیبا چون ناشکری نکن دیگه، همینم هم دو روز دیگه گیرت نمیادا. اصلا تو تقدیر دکتر بوده، خدا رو هم شکر کن. همینش هم خیلی ها ندارن ها دیگه. چی کار کنم؟ نه چارم بله. چی با چطوره؟ زهره که میگه خوبه. زیبا عرشی ها رو چیکار کردی؟ سعید و سارا پیششن. چی شد هوشنگ؟ چی شد آقا هوشنگ؟ دکتر چی گفت؟ سکته قطعیه؟ ایوا این چرا دور دست رو نگاه میکنه هیچی نمیگه زوره؟ آخش بالاخره اومد بیرون، از صبح محل گیر کرده بود. دکتر چی گفت؟ هیچی، ماینش کرد، گفت سکته رو رد کرده، الان هم اینو یه شیر اون گوشه خوابیده. البته منظورم یه شیر بیال و دومو اشکمیه که بی جون اون گوشه افتاده بیچاره. نگران نباشید. مرخصن دیگه؟ نه امشب و هر دوتاشون مهمونم. میگم آقای دکتر چجوری که پدر بسر تو یه روز سکته کردن؟ پسر کو ندارد نشان از پدر؟ الان خارج از شوخی آقای دکتر، واگیردار نیست. البته ایشون فقط میتونن درباره قلب حرف بزنن. شما نگران نباشید.
شما هم نگران نباشی. خب دیگه بریم بریم هستم بریم بریم. نه خیر نه خیر، بنا به دلایلی که هممون میدونیم اصلا صلاح نیست که شما اینجا باشین. ایشونم تا روز خواستگاری حق ملاقات شما رو نداره. یعنی چی؟ پدر و برادر من افتادن این گوشه من بذارم برم از تا آخر اون مزدش رو قرارداد می‌کنم به خواستگاری چرا خیلی خوب یعنی چی؟ با اجازت. چی با اجازتون؟ دارم میرم. کجا دیر وقت؟ شیفتم تموم شده. پس مریضاتون چی کنن آقای دکتر؟ نگران نباشید، گزارششون رو به دکتر سپهری سپردم. مریضا به شما عادت دارن. ایشون بهتر از من هستن. دیگه چه میدونم. خداحافظ. خدا نگهدار. خداحافظ. چیه؟ بدبخت زحمت کشه روزگاره که خداحافظی هم کم چی میگفتین شما؟ باز خدا خیلی رحم کرد، شانس آوردن. نمیدونم این دوتا چرا اینجوری شدن. یهو به نظر من دلیل این همه سکته‌های زیاد پشت سر هم فقط جاسم بالاست. امشب که من اینجا هستم مواظب باش، تو مرد خونه ای. ازت میخوام کاری کنی آب تو دل مادرت، خواهرت و زندایی تکون نخوره. تو دل من چی؟ تو دل شما هم تکون نخوره. خیلی خوب، بیا این سویچ، اینم کارت ماشین. مرد باش سعید. درد گیرم. چرا؟ باز خوبه، سویچ و کارت ماشین ما رو میدین، احساساتی هم میشی؟ سویچ بده. کارت اشیا بیا بریم ماما. همینو میخواستی؟ سعید جان بیا این آبر بانکو بگیر، هر چی خواستی از حساب بردار، خدایی نکرده نیاز میشه. این آبر بانک رمز شنده. بعید میدونم نصف شبی به پول احتیاج داشته باشی. نگران نباش، بریم بریم به سلامت. خداحافظ. خداحافظ. آدم همیشه باید خدا رو شکر کنه. امروز که خبر رد شدن تو اومد اصلا دنیا رو سرم خراب شد، ولی بعد که عطا و بابا سکته کردن دیدم رد شدن تو همچین چیز مهمی هم نبوده. ماما چهار تا جمله گفتی، پنج بار توش گفتی رد شدن تو. فکر نمی کنی ناراحت میشم؟ میگم این مهمونی رد شدن تو بعدم نشده، خونه رو بوی گل برداشته. زهر جون جای عرشی رو کجا بندازم؟ بنداز رو کاناپه جلوی تلویزیون. رد شدن منم شده قافیه دیگه. ترجیبند. چی؟ رد شدن تو الان شده ترجیبند. تو نمیخواد با این وضعت کار کنی؟ نه با من راحتم. سارا میگم یه سوال برام پیش اومده، این قلب مونده یا چشم؟ بلم کنید، خواهش میکنم بس کنید. آی زنی پاهمو لک کردی، چشات نمیره. برو پیش دوست پا چشات رو عمل کن. باره کنار بینی. خب برو مامانت بگیر. باشه ریفوزه. بازه میگه یه بار دیگه بگو امه، بگو ریفوزه. ریفوزه تو بچسبون. چی؟ بچسبون. چی میگه این؟ زهره جون این آقا سعید نشسته رو صندلی بلند نمیشه. ای بابا این دوباره شروع کرد. میگن چی یعنی بچسبون؟ یه چی؟ هیچ بابا قوشنگ یه چیزی گفت حالا بلش کن. آب میخواستی ماما؟ تو وقتی تا بیمارستان اومدی یعنی دیگه قولتو شکستی. نه من به این شرط اومدم که کار اورژانسی پیش اومده بود، بنا من هیچ وقت قولمو نمیشکنم. تو مگه به بابات قول ندادی دو روز بشینی اینجا؟ اگه بابات بگه نشین درست میشه؟ نه من 48 ساعت میشینم. بذار به بابات زنگ بزن. زهره ول کن ببینم. بچسبون چیه؟ بگه پاشم من میشینم. من سر قولم. یه دقیقه. من سر قولم هستم. اصلا مهم نیست. خب بدونم دیگه. چرا این ور نمیداره؟ الو هوشنگ. ای داداش سلام، شما این؟ نه بابا نه
روشن بابا گرفته خوابیده، این گوشیش اینجا زنگ میزدیدم کسی بر نمیذاره من برش نه بیدارمون نکرد بابا، از بس خورنست داده میکشه اصلا نمیذاره ما بخوابیم. مراقب چیه؟ شما رفتین دو تا کمپوت برداشت خورد گرفت خوابید تخت. کیه بابا؟ زهره. اون گوشی بزن این دقیقه. نه من که همز پف دارم، گوشی بابا میخواد باید صحبت کنم. دستم نمیرسه. هوشنگ هوشنگ پشت من دستم نمیرسه، این گوشی رو بده به بابا. از یاد نکن بذاره کم بخواد. ولش کن بندوز میگیرم بابا. مراقب ما رو. الو سلام بابا چطوری؟ یکی نبود اینجا بیمونه؟ این هوشنگ بدبختم است که انقدر خسته بودش اومد هرچی اینجا گیری آورد خورد بعدم بیهوش شد. بابا جان گوشی رو بنداز الان یه لحظه گوشی بگیری بنداز. ای ببخش حالا چی ببینی هم بره. حالا تو یه زنگ بزن به زهره داره شور نزنه با اون تلفن. دستم نمیرسه. هوشنگ هوشنگ چیه بابا؟ ای هوشنگ 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 میکنی بابا دستیم با زهره صحبت میکنیم قطع شد دل واپس میشه. چی کار داره الان نصف شبی؟ گوشی که شکسته. گوشی منه؟ گوشی منه؟ اتو کی گوشی منو کی شکسته؟ اتو تو زدی گوشی منو کی شکنده؟ چه خبره؟ چرا انقدر سر صدا میکنی؟ زدن گوشی من. بابا یه ذره رعایت کنی، دو تا مریض خوابیدن. من که چیزی نمیگم، میگم ایشون که این همه اصرار داره شب بمونه حداقل یک ساعت بیدار بمونه ببینه ما آب نمیخوایم دون نمیخوایم، اون موقع پتو رو بکشه سرش بگیره بخوابه. کی اصرار کرد؟ هیچ کی حاضر نبود اینجا بمونه، من لطف کردم موندم. این حرفا رو ول کن، من کلن از بیمارستان خوشم نمیاد. زودتر بریم. آره بابا راست میگه، برو حساب کتابا رو بده، برگه ترخیص رو بگیر بریم. هوشنگ من؟ شیرین کیف پولم بده. کیفت دیشب خونه زهره جون اینا جامون. آره آره من دیدمش. آوردی؟ نه. دیدی و نیاوردی؟ چه میدونستم لازم میشه. خیلی خوب من میرم خونه. کیفت خانواده. تا تو بخوای بری و برگردی شب شده، خودمون حساب میکنی. لازم نکرده، من خودم فردا میام قیاد کنه پول میدم. فقط زودتر اینجا بریم. حرفش هم نزنیم، پول شما هم با منه. بیا. باز دوباره شروع شد. شما ارشیا ندیدی؟ مگه ارشیا با تو نبود؟ نه خواه یه دقیقه سر برگردوندم دیدم نیست. شما برای چی سرتو برگردوندی؟ به خاطر این دکتر زشت بیریخ بچه منو گم کردی؟ حال تو بیا منو ببر، گیر افتادی ما، من چی کار کنم؟ خب خانم کجا داری میان؟ کجا میان تا خصوص؟ ای برو جک. سلام بابا، من دارم به مردم کمک میکنم. سلام بابایی، باری کل خوب کاری میکنی. این بچه شماست؟ این یعنی چی خانوم؟ بچه اسم داره؟ ارشیا. بله بچه منه. ولی نباید میومد تو بخش. ببخش خانم، منو میبرمش بیرون. برو ارشیا خانم، اینو ببر، این ویلچر رو ببر. سر بچه شو تربیت نمی کنه. برو. مگه نمیخوام بینی تصویه حساب؟ هوشنگ معطل نکن، برو حساب کن، بیا دیگه. هوشنگ بیا بیرون، من با حرف دارم. من حرفی ندارم. امروز که مطمئنم نمیام. پیغامی چیزی نذاشته؟ چه پیغامی؟ بس داداشم بابام به هر حال حرفی حدیثی مسئله رو بخواهم لحاظ کنه. نه ببخشی من باید برم. خب شما نمیدین دقیقا چه روزایی میام؟ با شما خانم ببین من میگم خونه که نزدیکه، برم که فتا رو بیارم خودش حساب بکنه. بوشن تو میترسی پولتو ندن؟ بله. یعنی منظورم اینه که خب قبلا این اتفاق افتاده، چند بار شده که من اومدم حساب کردم، اما اینها چیزی میخوای امو جون؟ نه ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. ارشیا جان کمک نکردی یا؟ آه مثلا اون آقای برو بهش کمک کن. آفرین.
مسئله من آقا رضا نیستش که. هرچی پول دوا و درمونش بشه با من. یعنی تو واقعا میخوای پول دوا و درمون بابا رو بدی؟ بله. خب البته بعدم تقسیم میکنیم دیگه. اونو ولش کن، من میترسم عطا فردا بیاد دبه بکنه ها. دبه یعنی چی؟ عرشیا جان، وقتی دوتا بزرگتر با هم صحبت میکنن بچه ها گوش نمی کنن. باید حرف بزرگترها رو گوش کنیم. بله، بعضی وقتا باید حرف بزرگترها رو گوش بکنیم، اما بعضی وقتا هم نباید گوش بکنیم. به این میگن پارادوکس. میدونی پارادوکس یعنی چی؟ نه، دبه یعنی چی؟ دبه رو ولش کن عرشیا جان. خوشنگ جان، بابا معطله، برو حساب کن دیگه. کیف پول عطا هم که خونه ماست، تا برسیم بهت پس میده. دیدی که خودش گفت همه پول خودش میخواد بده. چشم، خیلی کار پرمسئولیتیه آقا. یه صفر این ور اون ور بشه اصلا همه چی ریخته به هم. ببخشید خیلی حرف میزنی، بشین دیگه، تمرکزم به هم میریزی. این خودمه، من هم حساب دارم. اصلا سر و صدا باشه نمیشه تمرکز کرد. آقا میدونی چی جالبه؟ من همیشه خودم اون بره میز بودم، اما الان این بره میزم. تازه الان میتونم با ارباب رجوع همزاد پنداری کنم. آقا ما همیشه باید بدونیم هممون یه بره میزیم. بفهمید. بله. ببخشید این مال ماست یا مال کل بخشه؟ یعنی این که ما دو نفر بودیم با یه پا شکسته. بله گفتیم. خب یعنی دو نفر یه شب. میدونم. یعنی دو نفر یه شب تو بیمارستان بخوابن این همه میشه؟ نه خیلی، اون مال آقای رضا سعادتیه، این مال آقای عطا سعادتیه، و اون خانمه که پا شکسته. عذر میخوام، من زیادی حرف زدم، شما احتمالا تمرکزتون به هم ریخته. میخوای یه بار دیگه اصلا با هم حساب بکنیم؟ اون صفحه اولو بزن بیاد. درست آقا، بفهمیم. بله. ببخشید، حالا ما تعداد بودیم میشه تخفیفی قائل بشین؟ قول میدم از این به بعد باز دوباره بیاین تو همین بیمارستان. بفرمایید. رمزتون. حالا نمیشه یه بار دیگه چک کنیم؟ چک کردم. بگی. 13-13. بس نمیشه. منم که پول نقد ندارم که. آقا الان دیگه کی با خودش پول نقد میاره؟ میتونم بعدم بیام؟ تو عالم همکاری قبولمون داره که. ما با هم پشت یه میزیم. این البته بعضی موقع این تو میشه بذاری بار دیگه بکشن. همینشه یه چیزیش کمه. نه مثل این که امروز بسته میشه. هیچی پول نقد نداری؟ نه. ما یعنی شما همکارتو قبول نداری؟ چه؟ کارت ملی چیزی املاک داری؟ آره بذار اینجا بعد زور پولو بیار. آقا دست برای من مسئولیت داره ها. دست درد نکنه، این دفعه رو دیگه از شنگ عطا پریدیم. ممنون. باشتا باشتا درست خدمت شما. اینم کارتتون. به سلامت. بگیرم راست کی؟ نه برو 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 برو
ببین چی میگه. منظورش این چهارپای زحمتکش نیستش که، منظورش اسب. اگه نژادش خوب باشه بدم نیست. برو برو سارا بگه. ای مامان جون سارا یعنی چی عزیزم؟ سارا جون بعدم بکش نه بکشین اینجوری مامان بگو سارا جون چه لطفاً یه شیه بکشین. شیه لطفا قربونت با آفرین بی تربیت. شیرینی بنویس، نوشابه، نبات، اها باسلوق. بیمارستان مرخص شدم، اصلا فشارم افتاده بعد. البته رفتی به بیمارستان نداره. شما از قدیم عاشق شیرینی جات و چای نبات بودی. آره. بابا، براتون آب میوه تازه گرفتم. سارا بابا آب میوه برام بد نیست. نه بابا رضا، آب میوه طبیعی که ضرری نداره. نه نداره. چیزی بخورم داره بمیره. حالا اینو یه جور یواش یواش بخورین. سارا جون بیا اینو ببر. چشم. سعید چی شد هوشنگ؟ تو اتاقشه. راضی نشد. خودم باید باش حرف بزنم. حتی کاهو هم بنویسم؟ آه سکنجبین هم بنویس با کاهو. من تختم رو نمیدم، دلیلش هم نمیخوام به همه بگم. یه بار دایید سکته کرده اومده خونه ما بخوابه، مامان جان زشت رو زمین بخوابه. مامان تخت یه وسیله شخصیه. پس اقلا بذار بیاد تو اتاقت بخوابه. شما بعد 22 سال نمیدونی من رو حریم خصوصی مساسم؟ دوست نرم هرکی همجوری سرشو بندازد در بیاد تو. زهره اینا قراره چقدر اینجا بمونن؟ چی شده مگه؟ ببین چه لیست بلند بالایی سفارش داده. شما که گفتین یه شب میمونن که. حالا یه شب یا دو شب چه فرقی میکنه؟ چی میگی تو بگی؟ زهره 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 دیرم شد. ببین چه لیستی نوشتن. ول کن اونو، میگم دیرم شد. چی دیر شد؟ 2 ساعت مرخصی گرفته بودم. ساعت 11 هنوز اینجا. تو چرا نشستی منو نگاه میکنی؟ ببین زیبا مسواک هم سفارش داده. خب مگه چیه؟ چیزی نیست. فقط کسی که مسواک سفارش میده یعنی حالا حالا ها میخواد بمونه. میگی چی کار کنم؟ بابامه، نگرانشم. زیبا که دست و پا نداره، نمیتونه اون که اون دست و پا نداره. عطا چی؟ ما که یه مریض داریم، اون بیچاره همون بغل افتاده دیگه. مگه چی میخوره؟ بحث خوردن نیست، مسئله اینه که داداشت رسما چتر بازه. هرشیا عمه جون از کی اینجا بودی؟ از مسواد. هرشیا هوشنگ بودو بگیرش. برای چی؟ برای اینکه میره همه رو به عطا میگه. هوشنگ بودو بگیرش. بس هرشیا، هرشیا جان چی داری میگی به بابا؟ کی؟ هوشنگ. هوشنگ تو به من گفتی چتر باز؟ نه 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 اینجوری هم دیگه نگفتم. شیرین پاشو پاشو بریم. شیرین خانم یه لحظه یه لحظه باشی. ای کجا دارم برات آب پرتقال میگیرم. آب پرتقال رو بده شوهرت بخوره. یک ثانیه دیگه من اینجا نمیمونم. شیرین کتم بیار بدو. شیرین خانم عطا تو داری به حرفی که بچه گوش میدی؟ این که نمیفهمه. بچه اسم داره هوشنگ خان، این چیه؟ ببخشید دوست میخوام. ارشیا جان که نمیفهمه. حالا دیگه همه میفهمن، بچه من نمیفهمه ها. واقعا پاشو بره. شیرین یه دقیقه بس کن دیگه. این هوشنگ خان منظورش چتباز بوده، این شنیده چترباز. حالا منظور از این ارشیا جانه تو هم. چتباز دیگه چیه؟ آره دیگه من بعضی موقع یه چیزایی میگم مثلا خودم هم نمیفهمم چی میگم. چت، اینترنت، گفتگو، وبکم ها. یه ذره آپدیت باش هوشنگ خان. عطا تو چت میکنی؟ نه. خب حتما یه چیزی هست که هوشنگ خان میگه. و ببخشین کجا چت میکنم؟ لابا تو کارواش. کارواش اینترنت داریم؟ گرفتی که 2 روزه. تو 2 روزه اینترنت گرفتی؟ من نمیدونم. آه من هر کاری میکنم باید به شما بگم. آه اینطوریه، یعنی یه کاری میکنی یا من خبر ندارم؟ عطا خان ببینم به غیر چت بازی دیگه چی کارا میکنی؟ چرت و پرت نگو هوشنگ. شیرین پاشو بریم. میریم ولی من ارشیا، تو اینجا میمونی. بیا بریم. شیرین خانم، شیرین خانم خواهش میکنم شما یه لحظه واسین. شیرین خانم
تازه این بهتران گفت تو دست و پا نداری. من دست و پا ندارم زوره، من دست و پا ندارم. حیف به اون همه خدمات. بچه فرشته است. از شما توقع نداشتم موشن خانم با روح و روان من اینجوری بازی کنی. آی قلبم. سارا بیا. بابا یه خوبم. بابا چی شد؟ سارا بیا دیگه. کجایی؟ چی شده؟ که اینجوری شد؟ همین الان سکته دومه، شک نکنید. چی سکته دومه سومه؟ هیچیم نیست، سارا ما رو گنده. این سرسده دارم در بردم از خودم. بیانم شما شرم میکنین، خجالت میگیشین، دست بردارین از این پروژه. سارا هوا چقدر آلوده شده، همش به خاطر ماشین تکسر نشینه. حالا همش هم که نه، علتهای دیگه هم داره. نه همش به خاطر ماشین تکسر نشینه. 80% تهران ماشین تکسر نشینه. آمار کی داده؟ آمار نمیخواد دیگه. تو هر لحظه سرتو برگردونی میری ماشین بغلیت تکسر نشینه. دیدی؟ اینا که همهشون پر آدمه که. حالا هرچی من یه چیز میگم تو هم یه چیزی بگو. به خبر مربوط به آلودگی هوای تهران میرسیم. زیادش کن الان میگه تکسرنشین. بله ماشینه تکسرنشین علت آلودگی هوای تهرانه. از شما رانندگان عزیز میخواییم که از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید تا به پاکیزگی هوای تهران کمک کنید. این لیست چیزایی که باید بگیری. این همه؟ آره دیگه، فقط فاکتور یاد نرو. فاکتور برای چی؟ با فاکتورش امیدی به گرفتن پول از اونا نیست، چه برسه بدون فاکتور. برو مواظب باشی. فقط فاکتور یادت نره ها. ماشینی؟ اجاق گاز چهارشوله نمیخوای؟ چهارشوله؟ کرایه نمیخوام. تمت گرم، کرایش هم خودم میدم. کرایش رو؟ اونجوری که با ما رو شرمنده میکنی. بابا وظیفم، این حرفا چیه؟ حالا میخوای چکی بدی یا نقدی؟ چی؟ چک یا نقد؟ یعنی تو میخوای؟ اما پول بگیری؟ خب معلومه خودم پول دادم. برو بابا برو، گاز میخوام چیکار؟ دلت خوشه، مفتیشم تازه به زور برمیدارم. چه پول ماشینم خود بر من بده. الو سلام جاره، نه رفت بیرون بگیری. ای وای گوشی. یه لحظه صبر کن ببینم. کارت پول رو یادم رفت بدم به سعید. شاید پول داشته باشه. اون هیچ وقت تو عمرش پول نداشته. اینه باش. چی؟ میگم مروی امروز دوباره سکه رو گفتا. یه دفعه تا حالا نگفته بابات سکته کرده حالش چطوره. ولی سکه رو 10 دفعه به روم آورده. شماره 200 همینو دارم میگم دیگه. هیچی دیگه. یادت باشه امشب سکه رو به هم بدی، فردا بیارم بهش بدم. عجب گدایه. حالا خوبه روب سکه بود، فردا برم جوش سکه رو پرت کن جلوش. خداحافظ. میبینی مردم امروز کادو میارن، فردا میان پسش بگیرن. از بس باز اقتصادی بدی. سلام بابا. سلام علیکم بابا. کارت حقیقت درگیر تک سرنشینا شدیم، یادم رفت کارتو بهت بده. بیا رمزش هم 1333. فاکتور یادت نره ها. نه این کارت، نه کارت ماشین. کارت ماشین رو بس چی میخوای؟
سر کوچه تصادف کردم. دوباره؟